به شم هشم نعصه و نسلی اختورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب به ازرت میدبارق پاراشای تلدوت فصل بیست و هفت پاسق پونزده میفرماید وطیقخ ریفقا ات بیگده اصاب بنا هگادول گرفت ریفقا لباس های اصاب فرزند بزرگش که دل بود که با او بود در خانه و پوشان به یعقوب پسر کوچکش آیا برخی مقادش میفرمایند که چه لازم بود که ریوقای منو لباس رو به تن یعقوب آبینو کنه بلکه میخواد اینجا توضیح بده که او را متناسبش کرد چون برای یعقوب آبینو این لباس بزرگ دور بزرگتر از تنش بود و اصاب یه مقداری درشتر بود از یعقوب آبینو و لازم بود که اون رو مهیا کنه و آماده کنه که قد اندازه و به تن یعقوب آبینو بخوره زیر نویس توضیح میده که این لباس ها لباس های آدم بود که بلند بود و سیفت کوین که اصاف قدش بلندتر بود از یعقوب آبینو به بعدین لازم بود که این رو اندازه قد یعقوب کنه پاسخ بعدی پاسخ 19 میفرماد و یوم یعقوب الاویو گفت یعقوب به پدرش من هستم اصاب اول تو انجام دادم همونطوری که گفتی به من بلند شو اکنون بنشین و بخور از سید من به خاطری که برکت کند مرا جان تو آره واقعا مقادش میفرماید که چرا یعقوب اینو چیزی که حقیقت نبود رو گفت توضیح میدن که چون اولزادی رو از اصاب خریده بود شده بود یه جورای اصاب و مثل اسم او و به صلاح اولزادی او رو به دست آورده بود از جنبه اولزادی که شده بود مال او و اینجا بود که اصاب بخورو یعنی اولزادی خوانده میشه بر اسم اصاب بنابراین وقتی میگه آنوخی اصاب بخوره خواه این از حقیقت دور نیست زیرا به دست آورده اولزادی رو از حساب و مثل که جای حساب نشسته و پدر هم که میخواست اولزاد رو برخوا کنه والا هم که این اولزاده و جای حساب نشسته ادامه پاسخ میفرماید و عمرو آسیتی که دیبرتا دیبرت تا الای میگوید انجام دادم همونطوری که گفتی به من خب اینجا هم چطور یعقوب آوینو حرفی میزنه که حقیقت نیست مگر نه اینکه اسحاق آوینو به اون نگفته براش قضا بیار ولی مثل اینه که به یعقوب آوینو گفته چون دلیلی که دستور داد اسحاق به حساب براش قضا درست کنه به خاطر اینکه حساب اول زادش بود و حالا که یعقوب آوینو اول زادی رو گرفته مثل اینکه دستور داده به اسحاق به یعقوب پاسخ بعدی که آراف توضیح میدن پاسخ کاف گیمل هست میفرماد ولوی کی رو کی آیو یاداو یده کیده اصاف او رو نشناخت زیرا دستاش مثل دستان اصاف برادرش مویی بود و براخا کرد او را حالا برای خیلی میفرماید دفل پیکن با وجود این عقب زد این شنیدن صدا رو گفت صدا صدا یعقوب ولی خب گفت نه به خاطر اینکه شنیدن میتونه تغییر کنه آدم ممکنه شنیدنش دقیق نباشه عوضی فکر کنه و همینطور میتونه صدا تغییر کنه پس بنابراین مسئله مهمتر مسئله لمس بود چون لمس کرد دید دستان دستان حسابه گفت خب این که دیگه اشتباه نمیکنم ولی صدا میتونه تغییر کنه از نظر کسی که میگه و از نظر کسی که میشنوه در حالی که مسئله لمس دستان نشونه محکم تریه پس اینجا میتونم اتقا کنم که این اصابه و میفهماد وی بارخه و براخا کدورا ایراده مگر نه اینکه ایس اینو بعد از اینکه میاد غذا رو میخوره و تموم میشه اونجا براخاش میکنه اینجا چیه که میگه وی بارخه یعنی هنوز غذا نخورده و اینجا براخاش میکنه به خاطر اینکه در ابتدا که دید صدا صدای یعقوبه و بعد لمسش کرد گو دید که اصابه یه مقداری براش تضاد پیش اومد و صدا با لمس یکی نیست و حس کردی اسحاق که شاید اومده یعقوب آوینو او رو منحرف کنه همونطوری که یعقوب هم این ترس رو داشت که نبادا بر من نفرین کنه و ما اینجا میبینیم که نفرینی نکرد اسحاق به یعقوب ولی با وجود این قلب اسخاقابینو یک کمی به دشمنی کشیده شد یا سخت گرفت تو دلش و همین سخت گیری میتونست سنگین تموم بشه برای یعقوب و خارج شو و تو ببین که اگر خخامیم سخت میگرفتن در قلبشون بر دیگری این باعث ناراحتی و نفرین میشد و بنابراین موقعی که دید دستان او مویست مثل صاف براخاش کرد یعنی اون چیزی که تو دلش اومده بود سخت گیریه برعکسش کرد براخا بش داد و گفت نه من سخت گیری نمی کنم بهش این همون اصابه و کسی نیمده من رو فریب بده پس این ویوار او که اینجا میفرماد منظور اینه که اون سختی رو دور کرد اون ناراحتی که تو دلش بود نسبت به این فردی که اینجا ایستاده دور کرد و قبول کرد که کسی نمیخواد او رو فریب بده پاسخ کاف دالت میفرماید که و یومر اتازه به حساب و یومرانی و گفت تو پسرم حساب هستی گفت هستم حالا برای خیلی مقدوش که خب ما باید دقت کنیم مگر نه اینکه قبول کرد گفت دستانش دستان حسابه و لمس من اشتباه نمی کنه آره حالا صدا ممکن اشتباه کنم پس چرا دوباره میگه این پسرم اصابه و گفت هستم میفرماید که اینجا اومده یا اسحاق تصدیق میکنه محکم میکنه صحبت ها برای خودش نه اینکه سوال میکنه میگه بله این همون حساب پسرمه که من لمسش کردم و موی بود و نه اینکه داره سوال میکنه و جوابی هم که یعقوب میده میگه بله هستم نه اینکه میخواد جواب بده پیروش دیگری که اینجا میفرماید که تو گفته اتازه میگه ببین این صداش صدای یعقوب ولی من ای جسمی که اینجا ایستاده این بدنی که من لمسش کردم دیدم مویه من اینو برخاش میکنم زه که میگه یعنی این این کسی که اینجاست بنابراین داره با انگوش اشاره میکنه و این جسمی که اینجا ایستاده و این لمسی که من به او کردم و من براخار رو به این میدم هر کی میخواد باشه و بدونش که فکر دیگری و این علامت خوبی است و که براخا کرده یعقوب رو با کبانه کامل گفت هر کی اینجا ایستاده این تنی که اینجا ایستاده من براخاش میکنم هر کی که هست و اینجا بود که براخا دقیقا قرار میگیره بر یعقوب آبینو همچنین که حتی زبنی اصاب تو پسرم اصاب هستی با وجود امینا در زمانی که براخا میگه براخا نمیکنه برکه کسی که جلوشه میگه بیتن لخایلو این اسم اصاب رو نمیاره میگه رخ بنی بوی پسرم اسم اصاب رو نمیاره و میگه اون کسی که اینجا ایستاده من براخاش میکنم و پا پاسوق 27 میفرماید که ویگش وی رو وی و یارخ ات رخ به گادا وی وارخه او و نزدیک شد بوسید او را و بویید بوی پسرش و برکت کرد او را و گفت ببین بوی پسرم چون بوی سرایی که برکت کرد او را خداوند چرا میگه ره ببین مگه میشه بو رو هم دید بلکه میخواد بگه که اهمیت مسئله رو بگه که شایسته است عالی این بوی پسرم که از اعمال نیک او میاد و و فکر کرد که اون رو شبیه کنه به بوی اون سهرایی که بوی گندنه که خداوند اون رو براخاش کرده بنابراین مسئله ببین مسئله مهم بودن شایسته بودن این بو بگه ببین چه بوی خوبیه و اینکه واقعا دلنشینه و بوی گنه دن هست